به نام خداوند بخشنده مهربان، دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلام گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل چهارم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی، در این جلسه مبحث مول و عدد اوگادرو و همچنین گرمای ویژه مولی اجسام را مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما مول و عدد اوگادرو و همچنین گرمای ویژه مولی اجسام. اما دوستان، بعضی مواقع مقدار مادی تشکیل دهنده جسم رو بر حسب گرم یا کیلوگرم بیان می‌کنیم. در واقع جرم جسم رو مشخص کردیم. خب وقتی میگیم مقدار ماده تشکیل دهنده این جسم 3 کیلوگرمه، یعنی جرم این جسم برابر 3 کیلوگرمه، چون جرم جسم مقدار ماده تشکیل دهنده جسم. اما در بسیاری از موارد برای تعیین مقدار ماده تشکیل دهنده جسم از یکایی مول استفاده می کنیم. خب مثلا میگیم مقدار ماده تشکیل دهنده این جسم 20 موله. خب اگر مقدار ماده تشکیل دهنده جسم رو بر حسب مول مشخص کنیم، مقدار ماده تشکیل دهنده جسم رو با حرف N نمایش میدیم. خب مقدار ماده تشکیل دهنده جسم بر حسب مول با حرف N نمایش داده میشه. اما یه مول چیه؟ خب دوستان، یه مول تعریفش چیه؟ خب به 6.02 ضرب در 10 به توان مثبت 23 تا از اجزای سازنده ماده یه مول میگیم، یه مول از اون ماده. بنابراین به 6.02 ضرب در 10 به توان مثبت 23 تا از اجزای سازنده ماده. اجزای سازنده ماده میتونه اتم باشه و یا میتونه مولکول باشه. به 6.02 ضرب در 10 به توان مثبت 23 تا از اجزای سازنده ماده یه مول از آن ماده میگیم. خب به این عدد، یعنی به عدد 6.02 ضرب در 10 به توان مثبت 23، عدد اوگادرو نیز گفته میشه. عدد اوگادرو را با حرف N اندیس A نمایش میدن که برابر 6.02 در 10 به توان مثبت 23. خب اگر 6.02 در 10 به توان مثبت 23 تا اتم آهن داشته باشیم، یه مول آهن داریم. و اگر 6.02 در 10 به توان مثبت 23 مولکول اکسید آلومینیوم داشته باشیم، یه مول اکسید آلومینیوم داریم. اما جرم مولی چیه؟ خب جرم مولی چیه؟ به جرم یه مول از ماده جرم مولی میگیم. خب درسته، آفرین. جرم مولی رو با M بزرگ نمایش میدیم. جرم یه مول از ماده میشه به جرم یه مول از ماده جرم مولی یا جرم مولکولی ماده میگویند. خب دوستان، اگر بخوایم تعداد مول های یه ماده را به دست بیاریم، میتونیم به دو شیوه اقدام کنیم. یک، اگر جرم ماده را داشته باشیم،
جرم ماده را تقسیم بر جرم مولی ماده می کنیم، تعداد مولا به دست میاد. بنابراین این رابطه اول ما برای به دست آوردن تعداد مول های ماده است. خب این کوچک میشه تعداد مول، این میشه جرم جسم، این هم میشه جرم مولی جسم یا جرم مولکولی جسم. خب اگر واحد های کمیت های موجود در این رابطه را بنویسیم، داریم n برابر با m تقسیم بر m بزرگ. خب m اگر بر حسب کیلوگرم باشه و جرم مولی هم بر حسب کیلوگرم بر مول باشه، خب در نتیجه n بر حسب مول به دست میاد. خب یا در این رابطه اگر جرم جسم بر حسب گرم باشه و جرم مولی بر حسب گرم بر مول باشه، خب اون موقع n هم بر حسب مول به دست میاد. خب باید دقت کنیم، اگر جرم مولی کیلوگرم بر مول بود، یعنی بر حسب کیلوگرم بر مول داده شده بود، باید جرم حتما بر حسب کیلوگرم باشه تا n بر حسب مول به دست بیاد. و اگر جرم بر حسب گرم بود، m هم باید نیز بر حسب گرم بر مول باشه تا این مول به دست بیاد. یعنی این دوتا واحد باید یکسان باشن. یعنی اگر m بر حسب گرم بر مول بود، n حتما باید گرم باشه تا این، یعنی n مول به دست بیاد. اما رابطه دیگه ای که میتونیم از اون رابطه تعداد مول های ماده را به دست بیاریم، این رابطه است: n برابر با n بزرگ تقسیم بر n اندیس a. خب در این رابطه n تعداد مولکول های ماده میشه، n a عدد آوگادروست. خب این میشه تعداد مول ها یا تعداد مول. خب اما واحد های کمیت های موجود در این رابطه، خب این عدد تعداد مولکول های ماده بدون واحد، خب اینم عدد آوگادروست میشه 6 ممیز 210^10 مثبت 23 اتم یا مولکول در هر مول. خب این میشه بر مول. خب در نتیجه این مول میشه. اما مسئله اول ما میگه میدانیم که جرم مولی کربن تقریبا 12 گرم بر موله. خب جرم مولی کربن برابر 12 گرم بر موله، یعنی یه مول کربن 12 گرم جرم داره. در الماسی به جرم 50 مثقال که تقریبا از کربن خالص درست شده، خب جرم الماس ما که از کربن ساخته شده، یعنی جرم کربن میشه در اینجا 50 مثقاله. خب الماس و گرافیت هر دو از اتم های کربن تشکیل شدن، اما در الماس اتم های کربن پیوند کووالانسی دارن، بنابراین الماس یه جسم بسیار سخت و جزو جواهرات محسوب میشه، جواهرات گرانبها. خب جرم کربن ما 50 مثقاله. خب چه تعداد اتم کربن وجود داره در این الماس؟ تعداد اتم های کربن، خب یه مثقال معادل با 4.86 گرم، بنابراین
یه مثقال که واحد جرمه معادل 4.86 گرمه و عدد آوگادرو برابر با 6 ضرب 10 به توان مثبت 23 در نظر گرفته بشه. عدد آوگادرو که برابر با 6.2 ضرب 10 به توان مثبت 23 در اینجا گفته 6 ضرب 10 به توان مثبت 23 در نظر گرفته بشه. خب اگر دقت کنید ما در اینجا باید این مثقال رو به گرم تبدیل کنیم. خب این میشه 50 مثقال. خب یه مثقال چند گرمه؟ 4.86 گرم. خب مثقال با مثقال میره. در نتیجه ما داریم جرم کربن برابر با 50 ضرب 4.86 و 5 ضرب 6 میشه 30، 5 ضرب 8 میشه 40، این میشه 43، و 5 ضرب 4 میشه 20، این میشه 24، یعنی 24300. البته دو تا اعشار هم داریم، میشه 243 گرم. خب اگر جرم ماده را داشته باشیم و جرم مولی اونو نیست، خب میتونیم تعداد مول های ماده را به دست بیاریم. بنابراین n برابر با m تقسیم بر m. خب اما باید حتما به واحد های این دوتا توجه کنیم. این گرمه، اینم باید گرم بر مول باشه تا این مول به دست بیاد. خب n برابر با m 243 گرم تقسیم بر 12 گرم بر مول. خب در اینجا 243 را تقسیم بر 12 می کنیم، این میشه 24. خب این نمیشه، میشه 30، این میشه 2 تا 12، این میشه 24، میشه 5. خب میشه 20.25 مول. خب حالا باید تعداد اتم های کربن موجود در این الماس رو به دست بیاریم. خب تعداد مول برابر با تعداد اتم های ماده تقسیم بر عدد آوگادرو. در نتیجه n برابر با n ضرب در n اندیس a. خب تعداد مول ها 20.25 مول بوده. خب عدد آوگادرو 6 ضرب 10 به توان مثبت 23 بر مول بوده. خب مول با مول میره، خب n به دست میاد. در نتیجه داریم n برابر با 6 ضرب 10 20.25. 6 ضرب 5 میشه 30، 6 ضرب 2 میشه 12 به اضافه 3 15 میشه، 6 ضرب 2 میشه 12. دو تا اعشار هم داریم، میشه 121.5 ضرب در 10 به توان مثبت 23. خب اتم کربن میشه، البته به صورت نمادگذاری علمی می‌نویسیم، میشه 1.215 ضرب در 10 به توان مثبت 25 اتم کربن. خب میشه گزینه 3. مبحث بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم گرمای ویژه مولی از سامه. بنابراین مبحث بعدی ما گرمای ویژه مولی اجسامه. گرمای ویژه مولی رو با سی اندیس ام کوچک نشون میدن. خب اما دوستان اگر جرم مادی رو داشته باشیم و بخوایم دمای اون رو از تتایک به تتایو برسونیم، دمایش رو افزایش بدیم، میزان گرمایی که باید بهش بدیم از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ Q مساوی با MC دلتا تتا. خب اگر جرم ماده یعنی M معلوم باشد
و بخواهیم دمای آن را از تتا یک به تتا دو برسانیم، میزان گرمایی که باید به ماده یا به جسم بدهیم از این رابطه به دست می آید یا محاسبه می شود. خب Q مساوی با MC دلتا تتا. خب در این رابطه Q میزان گرمایی بود که باید به جسم بدیم یا از جسم بگیریم. میزان گرمایی است که باید به جسم بدهیم، یا اگر بخوایم دمای ماده را پایین بیاریم یا از جسم بگیریم. خب M جرم جسمه، C گرمای ویژه جسمه، خب دلتا تتا میزان تغییرات دمای جسمه. خب واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه به این شیوه هستن: Q مساوی با MC دلتا تتا. خب دلتا تتا که میشه درجه سانتیگراد، C هم میشه ژول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد، M حتما باید کیلوگرم باشه، اگر این کیلوگرم باشه مخرج این کسر. خب کیلوگرم با کیلوگرم حذف میشه، C درجه سانتیگراد با درجه سانتیگراد حذف میشه، در نتیجه طرف راست واحدش میشه ژول و کیو هم ژول میشه که انرژی. خب اما اگر تعداد مول های ماده یعنی N مشخص و معلوم باشه، مشخص و معلوم باشد، و بخواهیم دمای و بخواهیم دمای جسم را از تتا یک به تتا دو برسانیم و افزایش بدیم، میزان گرمایی که باید به جسم بدهیم از این رابطه محاسبه می شود یا به دست می آید. خب Q مساوی با N CM دلتا تتا. خب در این رابطه N تعداد مول های ماده است، به C اندیس M گرمای ویژه مولی جسم میگویند. خب دلتا تتا هم میشه میزان تغییرات دمای جسم. خب کیو هم گرمایی است که باید به جسم بدهیم. اگر بخوایم دمای جسم رو پایین بیاریم، این کیو گرمایی است که باید از جسم بگیریم. خب واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه بدین شیوه میشن. خب Q مساوی با NC اندیس M دلتا تتا. واحد دلتا تتا درجه سانتیگراده، واحد C اندیس M میشه ژول بر مول بر درجه سانتیگراد، واحد N مقدار ماده مول میشه. خب اگر واحدهای طرف راست این رابطه را ساده کنیم، خب درجه سانتیگراد با درجه سانتیگراد میره، مول با مول حذف میشه، واحد طرف راست میشه ژول، واحد طرف چپ یعنی کیو میشه ژول.
خب بنابراین اگر بخوایم کیو بر حسب ژول به دست بیاد باید ام بر حسب مول باشه، سی اندیس ام یعنی گرمای ویژه مولی بر حسب ژول بر مول بر درجه سانتیگراد باشه و دلتا تتا بر حسب درجه سانتیگراد باشه. خب اما واحد گرمای ویژه مولی جسم در دستگاه SI ژول بر مول بر کلوینه. خب این واحد گرمای ویژه مولی جسم در SI خب ژول بر مول بر کلوینه. خب این دو تا واحد معادل همان، یعنی ژول بر مول بر درجه سانتیگراد و ژول بر مول بر کلوین. خب گرمای ویژه مولی فلزیو به ما میدن 25.2 ژول بر مول بر کلوین. میگه معنیش کنیم. خب میتونیم در اینجا در مخرج کنار مول و کنار کلوین عددی یک قرار بدیم. خب معنیش میشه؟ خب شما میگید اگر یه مول از این فلز داشته باشیم و بخوایم دمای اون رو یک کلوین بالا ببریم باید به اون 25.2 ژول انرژی بدیم. آفرین. خب بنابراین گرمای ویژه مولی جسم اینجوری تعریف میشه، میزان گرمایی که باید به یه مول از ماده بدیم تا دمای اون یک کلوین یا درجه سانتیگراد بالا بره، البته در شرایط فیزیکی تعیین شده. خب چون گرمای ویژه مولی مثلا گازها در فشار ثابت و در حجم ثابت با هم دیگه فرق میکنن، بنابراین در اینجا ما گرمای ویژه مولی رو بدین شیوه تعریفش رو می‌نویسیم. تعریف بسیار مهمه گرمای ویژه مولی جسم خب سی اندیس ام، میزان گرمایی که یا مقدار گرمایی که باید به یه مول از جسم بدهیم، البته در شرایط فیزیکی تعیین شده. بدهیم تا دمای آن یک کلوین یا یک درجه سانتیگراد بالا برود. خب بنابراین تعریف گرمای ویژه مولی جسم میشه میزان گرمایی یا مقدار گرمایی که باید به یک مول از جسم در شرایط فیزیکی تعیین شده بدیم تا دمای اون یک کلوین یا یک درجه سانتیگراد بالا بره یا افزایش پیدا کنه. خب گرمایی که باید به یک جسم بدیم تا دمای اون از تتا به تتا دو برسه از این دوتا رابطه به دست میاد. خب اما طرف چپ این دوتا رابطه با هم دیگه برابره وقتی که دلتا تتا یکسان باشه. در نتیجه ما میتونیم بنویسیم از برابری این دوتا رابطه، یعنی رابطه یک و رابطه دو. خب از یک و دو میتونیم نتیجه بگیریم که ام سی دلتا تتا برابر با ان سی ام دلتا تتا. خب دلتا تتا با دلتا تتا میره. خب در اینجا ما داریم ام سی یعنی جرم جسم در گرمای ویژه جسم برابر با این تعداد مول های جسم ضرب در گرمای ویژه مولی جسم. خب این رابطه رو رابطه سه می نامیم.
خب حالا ما میتونیم از این رابطه دو تا رابطه دیگه رو به دست بیاریم. اگر در رابطه سه بخوایم سی اندیس ام یعنی گرمای ویژه مولی جسم رو به دست بیاریم داریم، بنابراین از رابطه سه میتونیم نتیجه بگیریم سی اندیس ام برابر با ام سی تقسیم بر ام. این رابطه رابطه چهار اسمشو میذارم. خب اگر در رابطه چهار به جای ام سی یعنی حاصل ضرب جرم جسم در گرمای ریشه جسم معادلش یعنی ظرفیت گرمای جسم رو قرار بدم، خب داریم این میشه ظرفیت گرمایی جسم. خب گرمای ریشه مولی جسم برابر با به جای ام سی سی بزرگ رو قرار میدیم معادلش رو، این میشه ام. خب این رابطه بین ظرفیت گرمای جسم و گرمای ویژه مولی جسم رابطه خیلی مهمیه که ما میتونیم در حل مسائل از اون استفاده کنیم. خب در این رابطه سی اندیس ام میشه گرمای ویژه مولی جسم، سی بزرگ میشه ظرفیت گرمایی جسم. خب این میشه تعداد مول. خب در این رابطه اگر واحدهای کمیت‌های موجود رو بنویسیم داریم سی اندیس ام میشه سی بزرگ تقسیم بر ام. خب ظرفیت گرمایی واحد اون در دستگاه اس آی میشه ژول بر کلوین. خب واحد تعداد مول میشه مول. خب در نتیجه واحد گرمای ویژه مولی جسم در دستگاه اس آی میشه ژول بر مول بر کلوین. خب اما از رابطه چهار باز هم میتونیم نتیجه بگیریم. خب داریم سی اندیس ام برابر با ام سی تقسیم بر ام. خب اما ما میتونیم تعداد مول ها را از این رابطه به دست بیاریم، میشه جرم جسم تقسیم بر جرم مولی جسم، در نتیجه ام برابر با ان ضرب در ام بزرگ. خب در نتیجه ما میتونیم نتیجه بگیریم خب سی اندیس ام برابر با یعنی گرمای ویژه مولی به جای ام در این رابطه معادلش رو قرار میدیم، میشه ان ام بزرگ سی گرمای ویژه تقسیم بر ان با ان حذف میشه، در نتیجه سی اندیس ام یعنی گرمای ویژه مولی میشه جرم مولی جسم در گرمای ویژه جسم. اینم رابطه گرمای ویژه جسم و گرمای ویژه مولی جسم، بنابراین این میشه گرمای ویژه مولی جسم، این میشه جرم مولی و اینم میشه گرمای ویژه جسم. خب واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه را در اینجا نیز می‌نویسم. خب واحد سی گرمای ویژه در دستگاه اس آی میشه ژول بر کیلوگرم بر کلوین. خب اینم میشه کیلوگرم بر مول. خب در نتیجه واحد طرف راست میشه ژول بر مول بر کلوین و واحد سی اندیس ام یعنی گرمای ویژه مولی میشه ژول بر مول بر کلوین. خب از این روابط نیز میتونیم در حل مسائلمون استفاده کنیم. اما قاعده دولون و پتی چیه؟ قاعده دولون خب یا اینجوری هم می‌نویسن
و پپی. خب اسم دو نفره. خب دولون و پپی وقتی که گرمای ویژه مولی اجسام رو بررسی میکردن متوجه شدن که در بیشتر فلزها گرمای ویژه مولی تقریبا یکسان و برابر 25 ژول بر مول بر کلوینی. به این نظم تقریبی که در گرمای ویژه مولی فلزهای بیشتر فلزها مشاهده میشه قاعده دولونو پتی میگویند. خب بنابراین در بیشتر فلزات گرمای ویژه مولی تقریبا یکسان و برابر 25 ژول بر مول بر کلوینه. به این نظم تقریبی در گرمای ویژه مولی فلزات قاعده دولون و پتی میگویند. و از این قاعده میتونیم نتیجه بگیریم که گرمای ویژه مولی فلزات به جنس فلز بستگی نداره. بنابراین یه نتیجه بسیار مهم که از قاعده دولون و پتی میتونیم بگیریم. خب از قاعده دولون و پتی میتوانیم نتیجه بگیریم که گرمای ویژه فلزات به جنس آنها بستگی ندارد. اما مسئله بعدی ما میگه ظرفیت گرمایی مولی مادهی 80 ژول بر مول بر کلوینه. خب در اینجا ظرفیت گرمایی مولی یا گرمایی ویژه مولی ماده رو داره. به گرمای ویژه مولی ماده ظرفیت گرمایی مولی نیست میگویند. خب سی اندیس ام برابر با 80 ژول بر مول بر کلوین. برای اینکه دمای 2 کیلوگرم از اونو خب جرم ماده را داده 2 کیلوگرم، از 40 درجه سانتیگراد به 65 درجه سانتیگراد افزایش بدیم. دمای اولیه 40 درجه سانتیگراد، دمای ثانوی ماده 65 درجه سانتیگراده. چند کیلو ژول گرما لازمه؟ خب کیو مساوی با چند کیلو ژول. گرمای لازم بر حسب کیلو ژول خواسته. خب در داخل پرانتز جرم مولی ماده را نیز داده، جرم مولی ماده 25 گرم بر مول. خب اگر دقت کنید ما گرمای ویژه مولی رو داریم، بنابراین برای به دست آوردن گرمای داده شده به جسم از اون رابطه استفاده می کنیم. کیو مساوی با ان سی ام دلتا تتا. خب اما در اینجا ما نه این رو داریم نه دلتا تتا، باید این دوتا رو به دست بیاریم. خب این رابطه یک باشه. خب دلتا تتا برابر با تتا دوی منهای تتا یک. تتا دو 65 درجه سانتیگراد، منهای تتا یک 40 درجه سانتیگراد، این میشه 25 درجه سانتیگراد. خب ان هم برابر با ام تقسیم بر ام، تعداد مول ها. خب جرم ماده تقسیم بر جرم مول. خب در اینجا یکی از این دوتا رو باید تبدیل کنیم، یا این گرم رو به کیلوگرم یا کیلوگرم رو به گرم.
خب در اینجا من میتونم بنویسم 25 گرم بر مول، یعنی یه مول از این ماده 25 گرم جرم داره، یا 25 ضرب در 10 به توان منفی 3 کیلوگرم یه مولش جرم داره. خب یعنی برای اینکه گرم بر مول رو به کیلوگرم بر مول تبدیل کنیم، عدد اعداد شده را ضرب در 10 به توان منفی 3 میکنیم. خب در اینجا ما میتونیم بنویسیم M 2 کیلوگرمه و M هم میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 3 کیلوگرم بر مول. خب در نتیجه M بر حسب مول به دست میاد، این میشه 2 ضرب در 10 به توان مثبت 3 تقسیم بر 25. خب در اینجا این میشه 2000 تقسیم بر 25. خب 200 با 25 ساده میشه، میشه 8، این میشه 80. خب در نتیجه داریم N مساوی با 80 مول. خب حالا از رابطه یک میتونیم نتیجه بگیریم، کیو برابر با N 80، سی اندیس ام اونم 80، خب دلتا تتا 25. خب در اینجا این 80 میشه 4 ضرب در 20 ضرب در 80 ضرب 25. خب 4 ضرب 25 میشه 100. خب 20 ضرب 80 میشه 1600. خب میشه 160,000 جول میشه. خب اگر به کیلو جول تبدیل کنیم، 160,000 رو تقسیم بر 1000 میکنیم، خب میشه 160 کیلو جول. خب در نتیجه گزینه یک درست. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه به 1.5 مول طلا چند جول گرما بدیم تا دمای آن 36 درجه فارنهایت افزایش یابد. خب به 1.5 مول طلا، تعداد مول های طلا 1.5 مول، چند جول گرما بدیم؟ گرمایی که باید بدیم چند جول باید باشه؟ خب تا دمای آن 36 درجه فارنهایت افزایش یابد. میزان تغییرات دمای طلا 36 درجه فارنهایت باشه. خب گرمای ویژه مولی طلا، سی اندیس ام طلا، 25 ممیز 4 دهم ژول بر مول بر کلوین. خب این معادل با این واحد، یعنی ژول بر مول بر کلوین، معادله با ژول بر مول بر درجه سانتیگراد. خب اگر دقت کنید، گرمایی که باید به جسم بدیم و از ما خواسته بر حسب ژول، در نتیجه کیو برابر با ان سی اندیس ان دلتا تتا. خب در اینجا اگر جایگذاری کنیم، کیو برابر با این تعداد مول هاست 1.5 یا میشه 3/2 ضرب در سی اندیس ام. خب 25 ممیز 4 دهم ژول بر مول بر درجه سانتیگراد. باید حتما این دلتا تتا بر حسب درجه سلسیوس باشه. خب در نتیجه این 25 ممیز 4 دهم ضرب دلتا تتا. خب در اینجا دلتا تتا را باید به دست بیاریم. در اینجا دلتا اف را داده. خب رابطه بین تغییرات دما در مقیاس فارنهایت و تغییرات دما در مقیاس سلسیوس اینه. خب دلتا اف مساوی با 1.8 دلتا تتا. تغییرات دما در مقیاس فارنهایت 36 درجه فارنهایت برابر با 1.8 تغییرات دما در مقیاس سلسیوس. در نتیجه دلتا تتا به دست میاد 36 تقسیم بر 1.8، این میشه 360 تقسیم بر 18. خب این میشه 20 درجه سانتیگراد. در نتیجه
در اینجا ما میتونیم بنویسیم Q مساوی با 1.5 ضرب در 25.4 ضرب در 20. خب اگر دقت کنید این 20 ضرب در 1.5 میشه خب 30 میشه دیگه. خب میشه 30 ضرب در 25.4، یعنی میشه 3 ضرب در 254. خب 3 را ضرب در 254 میکنیم، 3 ضرب در 4 12 میشه، 1 بر 10، 3 ضرب در 5 میشه 15، به اضافه 1 میشه 16، 3 ضرب در 2 میشه 6، به اضافه 1 میشه 7، میشه 762 ژول میشه. خب در نتیجه گزینه 3 درست. در ادامه مبحث گرمای ویژه مولی اجسام به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم، اما نکته اول ما میگه اگر به دو فلز، خب مثلا قلع و روی، به یک اندازه گرما بدیم، به یک اندازه گرما بدهیم، طبق قاعده دولون و پتی داریم. خب دو فلز قلع و روی داریم، خب به یک اندازه بهشون گرما Q1 مساوی با Q2. خب این گرما باعث میشه که دما این دو فلز بالا بره و تغییر حالت روی نمیده. Q1 برابر با N1 CM1 دلتا تتا 1 و Q2 برابر با N2 CM2 دلتا تتا 2. خب N تعداد مول هاست، CM1 یا CM گرمای ویژه مولی فلزه و دلتا تتا میزان تغییرات دمای فلزه. خب چون در فلزات گرمای ویژه مولی با همدیگه برابره و برابر 25 ژول بر مول بر کلوینه، در نتیجه در اینجا ما داریم CM1 با CM2 حذف میشه و در نتیجه N1 دلتا تتا 1 برابر با N2 دلتا تتا 2. خب در نتیجه ما میتونیم از این رابطه مسائلی رو حل کنیم که به دو فلز گرمای یکسانی داده شده. خب اما نکته دوم، هرچه جرم مولی یک فلز بیشتر باشد، خب گرمای ویژه آن کمتر یا بیشتر. خب ما گفتیم که رابطه گرمای ویژه مولی یک جسم با ظرفیت گرمایی ویژه آن جسم بدین شیوه است. خب گرمایی ویژه جسم، گرمایی ویژه مولی جسم. خب این هم گرمایی ویژه جسمه، این هم جرم مولی است. خب اگر در این رابطه بخوایم گرمای ویژه را به دست بیاریم، گرمای ویژه میشه CM تقسیم بر M. خب گرمای ویژه مولی برای بیشتر فلزها طبق قاعده دولون و پتی یکسانه، این ثابته. اما اگر جرم مولی فلزی بیشتر باشه، کل این کسر کمتر میشه، در نتیجه گرمای ویژه آن کمتر است. خب چرا؟ چون
طبق رابطه CM مساوی با MC یا C مساوی با CM بر M و قاعده دولون و پتی که گرمای ویژه مولی برای بیشتر فلزها یکسان است، هرچه جرم مولی یک فلز بیشتر باشد، گرمای ویژه آن کمتر است و برعکس. اما مسئله بعدی ما میگه به 54 گرم نقره به مقدار کیلو گرما میدیم تا دمای آن دلتا تتا درجه سلسیوس افزایش یابد. خب ماده شماره یک ما یا جسم شماره یک ما نقره. خب جرم نقره 54 گرمه. به مقدار کیو بهش گرما میدیم. گرمایی که به جسم شماره یک میدیم یعنی کیو یک برابر کیو یک. خب تا دمای آن دلتا تتا درجه سلسیوس افزایش یابد، میزان تغییرات دمای مادی شماره یک برابر دلتا تتا است. به چند گرم تنگستن همین مقدار گرما بدیم تا دمای آن نیز تقریبا دلتا تتا درجه سلسیوس زیاد بشه. خب تنگستن میشه ماده شماره دو، یعنی جسم شماره دو. خب جرم این ماده یعنی جرم تنگستن چند گرم باشه؟ خب اگر بهش همین گرما رو بدیم یعنی کیو دو نیست برابر کیو باشه، دمای اون به اندازه دلتا تتا زیاد بشه، یعنی دلتا تتا یک برابر دلتا تتا دو و برابر دلتا تتا است. خب در اینجا جرم مولی نقره مالی شماره یک و داده 108 گرم بر مول و جرم مولی تنگستن ماده شماره دو را نیز داده 184 گرم بر مول. خب اگر دقت کنید هم نقره هم تنگستن هر دو فلزند، بنابراین برای نقره و تنگستن طبق قاعده دولون و پتی داریم CM1 مساوی با CM2. خب این رابطه یک باشه. خب گرمایی که به این دو فلز داده شده برابره Q1 نیز برابره با Q2. در نتیجه خب N1 CM1 دلتا تتا 1 مساوی با N2 CM2 دلتا تتا 2. خب از رابطه یک میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی از رابطه یک و دو. خب در اینجا CM1 برابر با CM2، این دوتا حذف میشن، در نتیجه داریم N1 دلتا تتا 1 مساوی با N2 دلتا تتا 2. اما در اینجا میزان تغییرات دمای این دو جسم یکسانه، یعنی دلتا تتا 1 برابر با دلتا تتا 2 و برابر دلتا تتا. در نتیجه این دوتا نیز حذف میشن و داریم تعداد مولهای نقره با تعداد مولهای تنگستن برابره. اما اگر یادتون باشه گفتیم که تعداد مولها از این رابطه به دست میاد،
ام بر ام بزرگ جرم ماده تقسیم بر جرم مولی میشه تعداد مول ها. خب این میشه ام یک، ام یک بزرگ. خب این هم میشه ام دو، ام دوی بزرگ. خب در اینجا اگر دقت کنید ام یک بر حسب گرم 54 گرم، خب باید ام یک بزرگ این جرم مولی بر حسب گرم بر مول باشه. خب این هم 108 گرم بر مول. خب ام دو 184 گرم بر مول. خب ام دو هم بر حسب گرم به دست میاد. در نتیجه ما داریم ام دو برابر با 54 ضرب در 184 تقسیم بر 108. خب در اینجا 54 با 54 میشه 1، 108 میشه 2 تا 54. خب در نتیجه میشه 184 تقسیم بر 2. خب 184 تقسیم بر 2 این میشه 92 گرم میشه. خب در نتیجه گزینه 3 درسته. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه گرمای ویژه آلومینیوم 900 ژول بر کیلوگرم بر کلوینه. خب گرمای ویژه آلومینیوم داده، یعنی Ca1 برابر 900 ژول بر کیلوگرم بر کلوینه. اگر بدانیم جرم مولی آلومینیوم 27 گرم بر مول، خب جرم مولی آلومینیوم یا M1 برابر با 27 گرم بر مول. و جرم مولی آهن، جرم مولی Fe یا M2 برابر با 54 گرم بر مول. خب گرمای ویژه آهن چند واحد SI است؟ گرمای ویژه ماده شماره دوی ما چند ژول بر کیلوگرم کلوینه؟ خب اگر دقت کنید هم آلومینیوم و هم آهن هر دو فلزن، بنابراین طبق قاعده دولون و پتی داریم. خب CM1 برابر با CM2، یعنی گرمای ویژه مولی آلومینیوم برابر گرمای ویژه مولی آهن. خب گرمای ویژه مولی رابطهش با گرمای ویژه این بود CM برابر با MC. خب در نتیجه CM1 میشه M1 C1 و CM2 میشه M2 C2. خب در نتیجه M1 27 گرم بر مول. خب نیازی نداره که حتما اینو به کیلوگرم بر مول تبدیل کنیم، چون در اینجا هم جرم مولی رو داریم. خب اگر تبدیل کنیم هیچ تغییری نمیکنه نتیجه محاسبات ما. خب 27 گرم بر مول C1 میشه 900 ژول بر کیلوگرم بر کلوینه. خب البته باید این دوتا هم واحد باشن و این دوتا نیست هم واحد. خب M2 54 ضرب در C2 رو که نداریم. اگر تبدیل واحد گرم بر مول به کیلوگرم بر مول انجام بدیم این میشه 27 ضرب در 10 به توان منفی 3، اینم میشه 54 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب این در به توان منفی 3 از طرف این حذف میشه، بنابراین هیچ تفاوتی با این حالت نداره که تبدیل واحد رو انجام نداریم. فقط کافی این دوتا هم واحد باشن و این دوتا نیز هم واحد. خب 32 میشه 27 ضرب در 900
اینم 54. خب اگه اینو ساده کنیم این میشه 27 تقسیم بر 27 میشه 1. 54 تقسیم بر 27 خب اینم میشه 2. خب این میشه 450 ژول بر کیلوگرم بر کلوین. خب واحد سی یک ژول بر کیلوگرم بر کلوین بود، در نتیجه واحد اینم میشه ژول بر کیلوگرم بر کلوین. در نتیجه گزینه دو درسته.